این بوئینگ 737-800 نام قهرمانی تاجیکستان نصرت الله مقسوم را دارد که مرتبه اول با فرودگاهی بین المللی دوشنبه فرود می آید. همان گونه که انتظار می رفت در عرفه جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی شرکت هواپیمایی سامان ایر دومین بوئینگ را به کشور وارد نمود. طبق انانه وقتی که هواپیما باری اول وارد پارک هواپیمایی می گردد آن را به طور خاصه با تشکیل رواق آبی استقبال می گیرند. آن همین گونه نمایندگان حکومت کشور و رهبریت و کارمندان شرکت سامان ایر بوئینگ 737-800 را پیشواز گرفتند. باید گفت که تیوره اولی رو سامان ای روزی 3 آگوست از بزرگترین شرکت لیزینگی Aviation Capital Group با دوشنبه وارد کرده بود و معرفی رسمی آن دیروز صورت گرفت. همین گونه شرکت در عرفه جشن مقدس ملی استقلالیت دولتی صاحب باز یک تحفه گران ارزش گردید. باید گفت که هواپیمای بوئینگ 737-800 از 189 کرسی اکانوم کلاس عبارت است و برای پرواز مسافران شرایط خوب را دارا میباشد. با دریافت هواپیماهای نو شماره تیوره های شرکت هواپیمایی سامان ایر در مجموع به 6 عدد رسید. از این به بعد سامان ایر با 2 هواپیمای بوئینگ 737-900 و 4 هواپیمای بوئینگ 737-800 به مسافران خدمت خواهد رساند. این شرکت از سال 2008 در بازار بین المللی انتقال هوایی با موفقیت فعالیت نموده، عضو اسوسیاسیای بین المللی نقلیات هوایی میباشد. شرکت از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، هندوستان، فدراسیای روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام داده. در عین زمان جهت برقرار سازی پروازها به سمت جمهوری مردمی چین و راه اندازی پروازهای منتظم به سمت عربستان سعودی چاره اندیشی می نماید. به خطری پروازها از افضلیت های شرکت بوده، فعالیت آن با قانع نمودن طلبات اهالی به انتقال هوایی، توسعه شبکه پروازها و پارک هواپیمایی نگرانیده شده است.